درود بر شما. به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز بهرام شید 17 بهمن ماه 2582 ایرانیه و ششم از ماه فوریه 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب 2 روز پیش مشاور امنیت ملی کاخ سفید جیک سالیوان که حالا بهش میپردازیم که چرا اینقدر گفتمانش تغییر کرده، به طور تلویحی تایید کرد که حمله آمریکا به رژیم اسلامی فقط به نیروهای نیابتی ختم نمیشه و احتمال زیادی وجود داره، یعنی صحبتش تلویحاً این رو تایید کرد که احتمال زیادی وجود داره که به داخل ایران هم حمله انجام بشه و اتفاق بیفته. البته ما در این مورد صحبت کرده بودیم و پیش بینی کرده بودیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. الان داریم نزدیکتر میشیم به اون لحظات. یادتون باشه تاکید من سام ایران شهر بر این بود که 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن متوجه خواهد شد که آیا به نفعشه به ایران و داخل ایران حمله بکنه یا نه. الان داریم بسیار بسیار نزدیکتر میشیم به اون موضوع، یعنی به نظر میاد که داره وقایع سریعتر اتفاق میفته. و دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اونور داستانه. اونور داستان کیه؟ علی خامنه ای. علی خامنه ای میخواد قبل از اینکه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برسه شروع بکنه درگیری و جنگ مستقیم رو با آمریکا و قبل از رسیدن به انتخابات پایان بده. یعنی این چیزیست که اون دنبالشه. چرا؟ چون جنگ اوکراین بسیار بسیار از طرف دونالد ترامپ مورد نقده و دونالد ترامپ بسیار صحبت میکنه راجع به این موضوع که من یک شبه جنگ اوکراین رو خاتمه میدم. اما جنگ با رژیم اسلامی داستان دیگه ایه. امنیت اسرائیل وسطه و الان با شرایطی که وجود داره، با امکانات که به اسرائیل دادن مثل هواپیماهای سوخت‌رسان و همینطور الان صلحی که با عربستان در راهه و به نظر میاد که عربستان احتمال داره به زودی طی روزهای آینده با رژیم به هم بزنه، شاید حالا نه به طور علنی ولی طی سیاست‌های ما ممکنه شاهد چنین چیزی باشیم و متوجه بشیم که عربستان با رژیم به هم زده، گرچه به نظر میاد که روابط دیپلماتیک ممکنه ارتباطاتی وجود داشته باشه ولی اونقدرم خوب نیست. اما اگر جنگی در بگیره و دونالد ترامپ بیاد سر کار، جنگ اوکراین ممکنه بتونه خیلی سریع خاتمه بده. اما اگر جنگی بین اسرائیل و رژیم اسلامی باشه، دونالد ترامپ این رو به این سادگی یا خاتمه نخواهد داد و به نظر من ناچاری که با خواست اسرائیل بره. بنابراین اگر رژیم رسیده به پای جنگ با آمریکا یا اسرائیل، بهتر قبل از رسیدن دونالد ترامپ به قدرت این رو شروع بکنه، قبلش هم خاتمه بده. چه زمانی؟ زمانی که هنوز جو بایدن در کاخ سفیده. اما الان مشکلاتی به وجود اومده و الان داریم میبینیم تغییر گفتمان کاخ سفید رو. بجز حرفای جیک سالیوان که عملاً تلویحاً تایید کرد که حمله به ایران غیر ممکن نیست و احتمال داره این اتفاق بیفته، الان صحبت‌های بسیار مقتدرانه تر، یعنی قبلا اینجوری حرف نمی‌زد، کی؟ سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید جان کربی. جان کربی شاید ندونن بسیاری، خودش جنراله و در پنتاگون تمام مدت بوده و اصلا یه فرد نظامیه. خبری روز گذشته 16 بهمن ماه میگه هشدار کاخ سفید به عراق برای توقف تهدیدهای گروه‌های تحت حمایت ایران. کاخ سفید به بغداد هشدار داد که با سرعت بیشتری با تهدیدهای شبه نظامیان تحت حمایت ایران که در خاک عراق حضور دارند مقابله کند. این هشدار در حالی اعلام می‌شود که مقام‌های ارشد عراقی نسبت به حملات اخیر آمریکا در عراق اعتراض کردند. یعنی اونها عراقی‌ها دارن اعتراض می‌کنن به آمریکایی‌ها. حالا این اومده صحبت میکنه که عراقی ها باید کارهای بیشتری بکنن. در ادامه خبر میگه حملات اخیر آمریکا در واکنش به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی از سوی نیروهای مورد حمایت ایران در عراق صورت گرفته است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه گفت که دولت عراق باید برای پایان دادن به تهدیدهای گروههای شبه نظامی تحت حمایت ایران که به مواضع ارتش آمریکا حمله کرده اند با هوشیاری بیشتری عمل کند. گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق از زمان آغاز جنگ غزه تا کنون دست کم 165 حمله علیه نیروهای آمریکایی انجام دادند. خب ببینید این گفتمان جان کربی بسیار بسیار قاطع‌تر از هفته گذشته است.
این هفته گذشته صحبت از این که ما دنبال جنگ نیستیم، ما نمیخوایم درگیر بشیم با ایران، اما الان صحبت از این میکنه که دولت عراق موظفه که جلوی اینا رو بگیره. حالا دولت عراق هم تو جیب رژیم اسلامی و الان پافشاری میکنه. چرا این پافشاری میکنه؟ به خاطر اینکه این حمله که اتفاق افتاد و در اون 3 نظامی آمریکایی کشته شدن در خاک عراق نبود. به همین سادگی، یعنی به همین سادگی و در واقع رژیم اصولاً با دقت تمام، یعنی این حملات، تمامی این حملات، یعنی از حمله حماس به اسرائیلیا گرفته و یهودی کشی اون مدل خشن گرفته تا همه حمله های حوثی ها و غیره رو، نه تنها خود رژیم بلکه افرادی بالاتر از رژیم و در جای دیگه در جهان دارن تصمیم میگیرن در موردش. تمام اینا حساب شده است. ببینید این نیروهای عراقی اومدن حمله کردند که یه وجب خارج از خاک عراق، یعنی دقیقاً در مرز عراق و سوریه و اردن در داخل خاک اردن بوده. خب و پایگاهی که به اون حمله شده در خاک اردنه و به یک استراحتگاه نظامی حمله شده، یعنی اونجایی که حمله کردن نظامی خوابیده بودن، به خوابگاه حمله پهپادی شده و برای همین 3 نفر اونجا کشیدن، چون اصلا تو از دفاع نبوده. حالا مسائل دیگه هم در کار، اگر شد در آینده بهش میپرازیم. به پهپاد آمریکایی داشته میومده و اشتباه گرفتن، مثل قضیه هواپیمای مسافربری که آمریکا زد، ناو وینسنت زد، یه همچین اتفاقی افتاد اونجا. خب ببینید دقیقاً رژیم اسلامی و کسانی که به او دارن دستور میدن، دستور داده بودن به عراقی‌ها که تو یک وجب خارج از خاک عراق شما باید حمله بکنید. که چی؟ که اون وقت آمریکا نتونه کلاً گروه‌های عراقی رو نادیده بگیره. یعنی اینا همش هماهنگ شده است و به عمد. همونطور که میگم علی خامنه‌ای میخواد جنگی رو شروع بکنه واقعاً، منطقه میخواد زمانش و مکانش خودش تصمیم بگیره و زمان خاتمش هم خودش از قبل داره تلاش میکنه تصمیم بگیره، که معلوم نیست بتونه همچی کاری بکنه یا نکنه، چون این بستگی به چیزهای دیگه داره. خب بنابراین کاخ سفید ناچاره بسیار بسیار قاطعتر صحبت بکنه، اما این فقط به خاطر اینکه این حملات در داخل خاک عراق بوده یا نبوده و اینا نیست. مسائل دیگه در کاره و الان این مسائل باعث خواهد شد که به نظر من در نهایت آمریکا به خود ایران حمله بکنه و به تهران شاید اصلا حمله بکنه به دلایل سیاسی، به خاطر اینکه گفتم علی خامنه ای آخوندا حزب دموکرات آمریکا رو دست کم میگیرن در خیانت، در دودوز بازی، در آشغال بودن. یعنی اشتباهی که هر دو اینا میکنن، هم چپیا آخوندا رو دست کم میگیرن، هم آخوندا چپیا رو دست کم میگیرن، هر جفتشون آشغالن. ببینید الان جو بایدن گفتمان دم دستگاهش تغییر کرده. مثلا پس از حمله 6 اکتبر در اسرائیل شما دیدید که جک سالیوان به خاطر اینکه یک سوتی بزرگ داده بود، همین مشاور امنیت ملی کاخ سفید که الان داره علنا تلویحاً میگه که ما ممکن حمله بکنیم به تهران، این یه سوتی بزرگ داده بود. در یه سخنرانی اومده و صحبت کرده بود قبل از 6 اکتبر، روش 1 ماه 2 ماه قبلش اومده و صحبت کرده بود که الان خاورمیانه در امن‌ترین زمان خودش تا 20 سال گذشته و من خیلی کمتر از مشاورین پیشین خودم اصلا به موضوع خاورمیانه میپردازم و بهش زیاد اهمیت نمیدم. اینو علنا گفته بود و این سوتی شده بود. یعنی چی؟ یعنی تو جایی رو نادیده گرفتی که باید بسیار بهش توجه میکرد. خب این چیزی نمیگفت، صحبتی نمیکرد. این هفته های گذشته رفت اسرائیل، اومد، الان بعد از یه دوره 3 ماهه شروع کرده قاطع حرف زدن. مشخصه که الان دلیل این که داره حرف میزنه به خاطر که این مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ببینید اینجوری نیستش که مثلا خودش تصمیم بگیری که به کجا نگاه بکنه کجا نگاه نکنه. هر جا مسئله این باشه اصولا به طور خودکار نگاه میکنه. دلیل این که اینا نگاه نمیکنن یا توجه نمیکنن به یه جای جهان، مثلا خود ویلیام برنز رئیس CIA بعد از موج محسوم اومد گفت همه ما در CIA شگفت زده شده بودیم. چرا؟ به خاطر اینکه سیاستشون این بود که اصلا به ایران نگاه نکنن و کلن نادیده بگیرن ایران رو، وگرنه اگر ما میدونستیم 1 سال قبل از موج محسوم من به وضوح به همه شما گفتم، برید نگاه بکنید پادکست رو همونجا، به همه شما گفتم که آقا موج بزرگی خواهد اومد، بسیار کوبنده خواهد. الان هم دارم میگم موج بعدی بسیار خونین خواهد، همین الان من دارم اینو میگم و خواهد اومد. منتظر باشید و آماده باشید. این مشاورین و این دم و دستگاه نگاه نمیکنن جایی رو، به خاطر اینکه بهشون گفته شده، دیکته شده که نگاه نکنن. در مورد اسرائیل هم همین اتفاق افتاد، یعنی نتانیاهو رو گول زده بودن، اسرائیل رو گول زده بودن که آقا
الان زمان صلح دیپلماسی، تا پایان 2024 یک صلح بین عربستان و اسرائیل خواهد شد و کوریدور فلان خواهد شد و یک کاری کردن که اسرائیلی ها به عمد نادیده بگیرن حماس رو و تمام این کارا رو، بعد این بلا سر اسرائیلی اومد. یعنی این وضوح مشخصه دیگه، دستور از بالا اومده که آقا گزارشا رو نادیده بگیر. هم در مورد رئیس CIA هم در مورد مشاور امنیت ملی هم جو بایدن به اینا میگه که کجا رو نگاه بکنید کجا رو نگاه نکنید. یعنی رئیس جمهور آمریکا میگه حواست به ایران باشه، یا میگه حواست مثلا به مکزیک باشه، به فلانجا باشه، به فلانجا باشه. بعد اون طرف باید بره اون کار انجام بده. اگر این کار انجام نده برکنار میشه. مثل کی؟ مثل جان بولتون. جان بولتون زمانی که مشاور امنیت ملی کاخ سفید در زمان ترامپ بود، اینا از تمام اسرار آمریکا مطلعن. جان بولتون، این جک سالیوان، چیزایی میدونن که هیچکس نمیدونه. تمام پشت پرده رو اینا اصولا میدونن. یعنی افراد مهمی هستن. این مهرها مهمن و همیشه دولت‌های آمریکا کنونی تمام اینا رو زیر نظر دارن، همیشه تا آخر عمرش طرف هم امنیت داره، هم مواظب بشن، هم زیر نظرش دارن. یعنی کلا مهره بسیار مهمی میشه، چون اسرار و پشت پرده رو با خبره. اون زمان جان بولتون دقیقاً این کاری که این جک سالیوان میکرد نکرد. مثلا جان بولتون از اونجا که با تجربه بود اومده بود مدام به ترامپ میگفتش که آقا این روش برخورد با رژیم ایران که آقا من با شما صلح میکنم این اشتباهه، جواب نخواهد داد. کار به جای رسید که برکنارش کرد. یعنی حرفشون شد، جان بولتون گفت من استعفا میدم، منتها قبل از که بخواد استعفا بده مثل اینکه ترامپ برکنارش کرده بود. یعنی یه همچین چیزی در گرفت. این مشاورین اصولا دیکته‌وار کار میکنن. اما چرا الان مشاور امنیت ملی آمریکا میاد این حرفا رو میزنه؟ تلویم به خاطر اینکه الان جو بایدن بهش گفته سیاست جدید ما اینه. سیاست جدید ما احتمالاً این خواهد بود که حمله خواهیم کرد به ایران. چرا حالا؟ دلیل چیه؟ الان کوتاه براتون میگم. ببینید الان جو بایدن دردسر بزرگ افتاده. جو بایدن از سه نقطه به شدت تحت فشار جامعه آمریکا قرار گرفت. اولی از طرف اقتصاد. از طرف اقتصاد اوضاع واقعاً بی‌ریخته. تمامی کمپانی‌های آمریکایی مالیات آوردن تو محصولاتشون اضافه کردن و کلاً به شدت جامعه آمریکا رو تحت فشار قرار دادن. دومان که قیمت سوخت و انرژی به شدت بالا رفته، چون سیاست‌های جو بایدن سیاست‌های چپ جهانی الان. خب اینا همش میگن که همه چی باید الکتریکی بشه، سوخت فسیلی باید از بین بره. اینا پیش زمیناش وجود نداره. برای اینکه اتفاق بیفته هزینه‌شو باید مردم آمریکا و مردم جهان بدن. خب همه این خرج و مخارج تو آمریکا رو بالا برده، بیکاری بالا رفته، تورم سرسام‌آوره، اوضاع بیریخته. بسیاری در جامعه آمریکا، حتی اون کسانی که پروپاگاندا طرفدار جو بایدن بودن مثل جامعه سیاه‌پوست آمریکا، درصد بالایی از رأی رو اونجا از دست داده جو بایدن، به خاطر اینکه علناً میگن که آقا ما پول بیشتر داشتیم زمان دونالد ترامپ. این نقطه اقتصادی. بعد میرسه نقطه امنیت ملی، یعنی مرزها. الان معلوم شده که بیش از 10 میلیون نفر از مرزهای آمریکا با پای پیاده وارد آمریکا شده. 6-7 میلیون نفر اینا رو ثبت کردن اسمشون رو، ولی دوباره ولشون کردن تو آمریکا. حداقل یکی 2 میلیون نفر وارد آمریکا شدن. اصلا معلوم اینا کی هستن؟ چند صد نفر دستگیر شدن که تو لیست سیاه تروریسم آمریکا هستن. یعنی اینا اصلا مهرهای تروریستین. معلوم نیست چند تا تروریست الان وارد شده. از جمله سپاه پاسداران مطمئن میشه چند هزار تا تروریست وارد آمریکا کرده. و حالا بعدم بهش می‌پرسیم که چیکار ممکنه بکنه با این. این الان وارد جامعه آمریکا شده. شهرها پر شده از اینا، جا ندارن، هزینه‌ها بالا رفته، بافت جمعیتی آمریکا روش تأثیر گذاشته، بعد چیزایی در میاد، مثلا اینا وحشی بازی در میانن، حمله کردن چند تا پلیس رو تو نیویورک زدن، بعد دادستان اینا رو آزاد کرده بدون چیز، بعد این به شدت تحت تأثیر قرار داده جامعه آمریکا رو. یعنی این امنیت مرزها در آمریکا به شدت مهره‌ای که الان فشار آورده رو جو بایدن، اما اینو نیاز داره که باز بذاره که الان بهش برمیگرده. بعد نقطه سوم چیه؟ اقتدار آمریکا و اون غرور آمریکایی که رژیم اسلامی کاملا گند زده به این داستان. و این نقطه‌ای که به شدت تحت فشار قرار داده جو بایدن رو، از جمله اینکه این وضع شده به جامعه یهودی آمریکا و یهودی ستیزی و همه این داستان و تروریسم اسلامگرایی در آمریکا. در بین این سه نقطه جو بایدن دو نقطه‌شو نمیتونه هیچ کاری بکنه. یعنی سیاست‌های جو بایدن در مورد اقتصاد باید بمونه، در این حال سیاست در مورد مرز هم باید بمونه. تو آخرین لحظه، تو هر جا که بتونه در مورد مرزها جو بایدن ناچار مقاومت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این باز بودن مرزها مسئله‌اش برمیگره به رأی و انتخابات و در قدرت ماندن حزب دموکرات در آمریکا. اینا نیاز دارن به این 10 میلیون نفر به رأیشون. دقیقاً همون سیاستی که علی خامنه‌ای در مورد افغان‌ها داره انجام میده.
در ایران. میلیون میلیون افغانی دارن میان که به اینا شناسنامه بدن رأی بگیرن ازشون. به چند میلیون مهاجر مسلمان افغانستانی مؤمن متدین پیروان اهل بیت علیهم سلام الله تو این کشور ما دارن زندگی میکنن، چه مانعی داره با یک قانون؟ این کاریست که همه دنیا انجام دادن، یه چیز خیلی پیچیده ای نیست، چیز خیلی پیچیده ای نیست با یه قانون بیایی به این چند میلیون جنسیت ایرانی بدید، شناسنامه ایرانی بدید، حق رأی داشته باشن مثل یک ایرانی. این همه دیگه نگران نباشید که آقا آینده چه خواهد شد، من دیگه نمیخوام بیش از این. دقیقا این سیاست رو جو بایدن در مورد پناهندگان غیرقانونی در انجام. اما در مورد مسئله ایران و نقطه سوم، این نقطه ای که اتفاقا به نفعشه که این نقطه رو بهش حمله بکنه و علیه این اقدام بکنه، اون چیه؟ حمله به ایران، حمایت از اسرائیل و جمع کردن رأی از سرمایه‌داران یهودی در آمریکا. اگر این کار رو نکنه رأی همه رو در آمریکا از دست میده. اما سرمایه‌دارای اسرائیلی پول دارن و پول رأی جمع میکنه در آمریکا. یعنی هر چقدر بیشتر پول جمع بکنه جو بایدن میتونه رأی بیشتری جمع بکنه. اشکال بزرگی در سیاست آمریکاست. من واقعا به این ایراد وارد میدونم و این ایراد بزرگه، اما یه واقعیته. بنابراین به همین دلیله که هر چه جلوتر داریم میریم، به انتخابات نزدیکتر میشیم، حمله به داخل ایران یکی از اولویت‌های دولت جو بایدن خواهد شد. پایدار و سربلند ایران و ایرانی جاوید شاه. تا با خبر بعدی، بدرود.